به هم تاسو سره لای دوستان ډېر ډېر مننه چي را سره است یو خپل خبرونه متردد ما سره په امینه باندې کتلې دا زموږ سره پاتې شي وي استي د عاشورا ورځ د نن البته د محرم د میشت محرم الحرام میشت لسمه چي د حسین امام حسین د شهادت پر راځ سره سلام لریم الله جل جلاله په قران کریم کې یاد اکړی چي یو کال 12 میشت ده چي و میش پکې د محرم میشت په ځینو روایتونو کې راځي چې په دې میاشت کې جنگین او جنگونو باندې باندې ځلګېدلای او د هغه ورسته چې کله امام حسین شهادت رسید. امام حسین رضی الله تعالی عنہ د هجرت په څلورمه نهټه د نړیتا په مدینه منوره کې ستورګه راولیدي. کله چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلام لدې خبري کې نو د هدی رضی الله تعالی عنہ کوټه ورزي. او د نوم پښتانه کې چې زما پر زوی دینوم څه یې خاله. هغه ورته حراپ د وی چې نا زما د زوینوم د حسین اوله هغه وروسته د تده حسین په نوم باندې یا نو راکې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم په خپل مسيانو دو نورو بنه هم نمونه یې خلی چې وی حسن د یو بلې محسن دی چې دواړه د امام حسین رضی الله تعالی عنه وروڼه دي نن هم پر حمدی البته د حضرت حسین رضی الله تعالی خو په شخصیت او د هغه سره د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره د هغه قدرت او د هغه پاره من خبرې تلرو په خبرونه کې را سره ټولنیس فال احمد خیام صادقی چې تاسو به پرسنوي کې هم د لوی پرسنوي کې هم پاتشویب خصوص پارينا کې موږ سره د تمکار پاتشویب ده تاسو د رنسفالیتون هم د دې په خبرونه کې را سره د صادقی صاحب سړي مشي سحر مون یک برخه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي آفانا و فضلنا على كثير من, من خلق تفزيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا و سبحان الله بكرة و اسیلا بنام نام پروردگار هفت افلاک به یاد خالق و سانه آسمان ها و زمین و با عرض سنا و درود محضر حضرت رسالت پناه سید العالمین حضرت محمد مصطفی علیه افضل صلات و السلام با عرض سلام و احترام خدمت ملت متدین و سرفراز افغانستان هموطنان عزیز و نازنین که از اقصان نقاط جهان برنامه و زین و زیبای صبح و زندگی را تماشا می کنند امید دارم لباس آفیت بطن داشته باشند و وجود نازنینشان از بلاهای روزگار و از گزندهای زمینی و آسمانی بدور باشه سلام ها و احترامات مرا جناب الکوزای صاحب عزیز و بزرگوار گوینده موفق و خوشکلام شبکه جهانی اوریونا هم با جمعی دستندتکاران کوشا و موفق برنامه صبح زندگی پذیرا باشند آرزو دارم دارای صحت و سلامت و آفیت کامل باشین سالیار شهادت نواسه بزرگوار حضرت پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم حضرت حسین رضی الله تعالی هم بر ملت افغانستان تسلیم شکر سلامت باشید من به طرف م... سوالای برنامه اگر زیجش آغاز کنم که امام حسین رضی الله چی گونه شخصیت داشت سلامت باشین انکوزای صاحب عزیز سوال بسیار زیاد زیبا در رابطه به شخصیت حضرت امام حسین رضی الله عنه همی یک نکته بسیار زیاد بزرگ و یک نکته خیلی عمده هست که حضرت حسین پرورش یافته دامان نبود حضرت حسین نواسه حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم بود و کاملا شخصیتش را از جد بزرگوارش از نبی کریم صلی الله علیه و آله علی و سلم گرفته بود و یک شخصیت کامل داشت که اصلا شخص نمیتونست خلای را چی در جنبه بشری چی در جنبه انسانی از او شخصیت و چی در جنبه ایمانی از او شخصیت هم پیدا بکنه و همین شخصیت بود الکوزه صاحب عزیز و بزرگوار که اجازه نداد حسین که در مقابل ظلم و ستم و در مقابل دولت یزید سرخم بکنه و حضرت حسین شد یک سردار که با خون خود حقانیت و زلالیت اسلام را براخ عالم کشید حضرت حسین به جهانیانی را فهماند و خیلی هم زیبا فهماند که زندگی به ذلت تندادن و فقط نفس کشیدن نیست بلکه آزاده بودن هست بلکه در راه خداوند دلیرانه و رشیدانه جنگیدن هست بلکه از اسم الله متعال و از شریعت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله علی و سلم مردانه دفاع کردن هست و ای گپ را بر گوش جهانیان رسان چنانچه در شعر هم بیان شده که رسم آزادی و پیکار حقیقت جویی همه جا صفحه تابنده آین تو بود و در آین امام حسین علیه السلام در کتاب امام حسین تماما آزادگی یا ایسار و فداکاری و شجاعت ذکر شده شاید یک مطلب بسیار زیاد جالب را ما برش بر بخونیم ملکوزای صاحب عزیز که هر چقدر هم اگر از بزرگی یک واقع ما یاد بکنیم شاید یک سال در بر بگیره و وزی. شاید دو سال شاید ده سال شاید صد سال دو ست سال سی ست سال چهار سال, چه ست سال. اما ما ببینیم که صدها سال شده که واقعی آشورا زنده هست چرا؟ چون حضرت حسین ای واقعه را با خون خود با خون پاکی که از ذریه نبوی بود بر صفحات تاریخ بشریت و بر صفحات تاریخ اسلام نوشت و توانست که اسلام را از یک حالت که به واقع گوناگون در او زمان دامن اسلام را گرفته بود و اسلام معنی حقیقی خود را او معنی را که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داشت و هسته از دست میداد رنگ اسلام کم رنگ شده بود در این رقم یک وضعیت مانند جد بزرگوارش چی یک نقطه مشترک زیبایی هست که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم در یک شرایط اختناق و تاریکی قیام کرد و نواده بزرگوارش حضرت حسین هم در همون گونه یک شرایط قیام کرد و فریاد زد که حیات من نسل به طرف از که جایگاه امام حسین با حضرت محمد مصطفی نزد حضرت محمد مصطفی صلی علیه و, و صحابت چی بود بسیار سوال مهم جناب الکوزی صاحب عزیز که حضرت پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و علیه و سلم چه نظریات را در مورد سیدنا حسین داشت روایات بسیار زیاد متعدده از منابع معتبر هم اهل سنت و هم از برادران اهل تشیع ما داریم که آنها جایگاه و رفعت جایگاه سیدنا حسین در نزد حضرت پیامبر بیان کردن چنانچه یک روایت بیان شده که حسین و منی و انا من حسین حسین دیگه هم 100 و من از حسین هستم هر کس که حسین را دا دوست داشته باشه پس بدونه که مرا دوست داره و هر کس که مرا دوست داره خدا را. این نزدیکی عزت حسین حضرت حسین را به حضرت پیامبر نشان میده رفعت درجه حضرت حسین را نشان میده بسیار روایت های معتبر ما داریم که در آوان کودکی حضرت پیامبر حضرت حسین را به همراه خود به مسجد می برد بر روی زانوان خود می نشان براش محبت می کرد و حتی در صف فرزندان خود قرارش میداد چنان چه حضرت حسین هم فرزند حضرت علی کرم الله و خلیفه چهارم اسلام و دختر گرامی حضرت پیامبر سیده فاطمه زهرا هست همچنین در نزد صحابه در نزد چنانچه ما یک روایت داریم از ام المؤمنین آیشه صدیقه که او هم بیان کرده که حضرت پیامبر برای ما گفت که برای ما روایت کرد که جبرائیل یک روز در نزد ما آمد و برای ما خبر کشته شدن فرزندم حسین داد به همین شکل از ام المؤمنین ام سلمه و یک روایت بسیار زیاد جالب هست که هم همجا داده در قسمت خیلی کوتاه اشاره بکنم که میگن وقتی که حضرت عمر خلیفه بود <applause> هنگامی که مالیات ها میرسید اما زیباترین لباس هایی که در مدینه بود را می برای حضرت حسین رضی الله تعالی یک روز عبدالله ابن عمر فرزند بزرگ خودش آمد در نزدش و گفت ای پدر من فرزند تو هستم تو زیباترین لباس ها را برای حسین میفرستی. فرستی یک بار از همین لباس ها برای من هم بتی از همین لباس هایی که در نظر تو خوب هست و زیبا هست و حضرت عمر خیلی یک جواب زیبا برش داد گفت تو هر زمانی که یک جد مانند جد حسین یک مادر مانند مادر حسین و پدرش برای من آوردی من هم بر تو همه قدر لطف و محبت و دوستی خواهد داشتم که بر حسین داشتم که بر حسین دارم و همین قسم در نزد خلفا و صلحا و صحابیون جلیل المنزله حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله اگر بر شهادت امام حسین بریم که در کربلا چی شد که به شهادت رسید بله جناب الکوزی صاحب سوال عمده و اساسی که چطور حضرت حسین به شهادت رسید هنگامی که بعد از باشه تش... تش... بعد س... از امیر معاویه یزید فرزندش به خلافت میرسه و به چند تن از بزرگان صحابه که در مدینه بود که از جمله که در مدینه بود بله حضرت حسین عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر برای والی مدینه میگه که تو از اینها بیعت بگی هنگامی که اینها از این مسئله خبر میشن میرن به سمت مکه و از جمله مردم کوفه و اهالی عراق و حضرت حسین نامه می که تو بیا در عراق ما قیام میکنیم و این دولتی که از نام اسلام سوء استفاده میکنه ما از از بین و دوباره حکومت حق را برپا میکنیم و حضرت حسین وقتی که به سمت کوفه میره در یک قسمت متوجه میشه که یک شخص به نام عبید ابن زیاد والی کوفه شده تماما مردم را متفرق ساخته همگی را بر علیه حضرت حسین تحریک کرده و میفهمه که وقتی که ما به سمت کوفه میرم وقتی که ما به سمت کوفه میرم موقعت کجاست شهادت هست و برش پیام میرسونه در این قسمت که دو راه در زیاد نیست یا باید بیعت بکنی باید با یزید با همین دولت بیعت بکنی و یا هم شهید شوی و یا هم از زندگی دست بکش اما حضرت حسین چی میگه من المؤمنین رجال سر خیلی یک آیه زیبای است که من یه ای آیه را, را در برنامه قصای قرآن هم تکرار کردیم که من المؤمنین رجال صدق و معاهد الله علیه فمنهم من قضا وبامنه هم مایه بشي زما تشکر سلامات باشه په همین قسمت میبوشه البته ک ناغتنه موننه ک حضرت حسین بیعت نه میکنه و میگه ک مرر مقابل ظلم او بدعت سر خم نه کوم و دلیرانه ایستادگی میکنه و به شهادت میرسه بشي زما تشکر بخازم سلامات باشید. درود بر در روح شهداي کربلا سلامات تاسو هم ډیر ډیر موننه لتا سو چې را سره یې ستور د مراسم خبرونه په بینه باندې وکټنه بل برخه و بشيره حبيبي تاسو وران دي کی زما خو سره اوسه